بیرده های گرامی برای بحث بیشتر در این باره آقای بهار مهر مشاور ای وزارت امور داخلی افغانستان در استدیو حضور داره وقت بخیر آقای مهر خوش آمدین به برنامه دخستین روز آتش بس امروز به چی گونه گذاشته چی گزارش دارین از بخش های گونه برنامه. بار سلام به شما و ضمن تبریکی عید و مقبولی تاعت و عبادات شهروندهای ما در 24 ساعت گذشته حوادث چند اتفاق افتاده البته بدترینش حادثه انفجار شام دیروز در لوگر بود که ترورست های طالب قربانی های زیادی از مردم ملکی با انفجار موتربم دقیقا حوالی می ساعت بود که دیروز شام انجام شد پس از او یعنی پس از دوازده شب ما حوادث کمتری داشتیم یک نمونه از او در تهراود اروزگان اتفاق افتاده که به اثر یک ماین انفجار کرده که به اثر از او چهار تن افراد ملکی به شمول دو کودک به شهادت رسیده یک حادثه پرتاب به دستی داشتیم در ولایت هرات و دو سه مورد انداختای در بلخ و یک ولایت دیگه ما در مجموع در 24 ساعت گذشته امور که قبلا توافق شده آتش بس مراعت شده و به وجه از طرف نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان و شما میفهمین که دولت افغانستان در تامین سال و آوردن سال و ای که ما یک فضای امن داشته باشیم همیشه پیشگام بوده و این تلاش ها تا دو سه روز آینده همچنان ادامه خود داشت و خدا کنه بتونه این فضا یک فضای همدلی را فراهم بکنه تا مردم افغانستان شاهد صلح دائمی در کشور باشند. خب در بحث های اتفاق افتاده انفجار ماین ما که چهار غیر نظامی و به شمول دو کودک قربانی گرفته به این رویداد چگونه اتفاق افتاده چیز پیدا تانستین ماین ما تازه جاگذاری شده بوده در جریان تامین آتش بس انوز جریان داره انوز ما چیزی که بتانه ایره بگوی که ماین ما از گذشته بوده یا تازه جا شده بوده چیزی در دست نیستم ولی متاسفانه حادثه حوالی ساعت ده صبح امروز در ولسوالی دهراود اتفاق افتاده که آه، بازم آه، یک بار دیگه قربانی مردم ملکی است. صرف ماین هم به کارگزاری شده از طرف طالبان. از طرف طالبان بوده پرتاب بام دستی در حیرات چگونه است؟ مسئولیش تانمان است؟ افراد ناشناس است. هنوز به تحقیق گفته نمیتونیم ولی در اونجا هم متاسفانه بازم ملکی ها مورد هدف قرار گرفته و این حوادث شما میفهمین که آه، آه، تلاش آه، گروپ های مختلف است که و خصوصا کسایی که نمیخواین ساخت در افغانستان تامین شود. بسرخوب یک انفجار دیگر هم در خیرات اتفاق که پانزده غیر نظامی را زخمی ساخته در این بار جزئیات شما چه هست؟ متاسفانه تحقیقات ما هنوز ابتدایی است در زمینه و ما تلاش داریم تا جزئیات کامل را شریک بسازیم چون ماینه کنار جاده بود در بحث کلی به روی آتش بس باید نظارت بر تحرکات طالبان وجود داشته باشه خب، آ... سال خوب به اساس یک تعهد صورت میگیره و این مسئولیت پذیری میخواد و کسایی که سال ادعا میکنن و تامین صلح را میخوان و از خود گذاری می داشته باشند و در این زمینه باید تمام طرف ها ما از طرف دولت افغانستان اطمینان همیشه وجود داشته که برای آوردن سال ما حاضر هستیم و پیش قدم بوده دولت افغانستان و نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان تحت شرایط سخت تا اگر بوده ولی حاضر بوده برای که ای جنگ و خشونت پایان پیدا کنه ولی طرف هایی که ادعا دارن بر از که میتونن طرف گفتگوی مردم افغانستان باشن و بارها این تعهد شکلی را انجام دادین که های کوچکش را در 24 ساعت گذشته ما شاید بودیم چرا خب پرسشت دوباره میپرسم نظارت میکنین از تحرکات طالبان پیشتر نگرانی وجود داشته که با اعلام آتش بس استفاده جویی میشه تجدید قوا و تجهیزات میشه خب متاسفانه پس از ایده گذشته که او هم یک سه روز آتش بس بود دشمن تلفا تحرکات خود را افزایش داد ما در دا مو وقت هم یا حرکاتشان تحت نظارت ما بود و پس از هم می مشکل است که اگر ما به بس, 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 سال و به آتش و حتی برای آتش کوتاه مدت سه روزه به عنوان یک تاکتیک و ابزار نگاه بکنیم دیگه این مشکل افغانستان را حل نمیکنه اگر تعهد واقعی برای آوردن سال وجود داره و اگر مخالفین فکر میکنن که میتونن سال بکنن و یا تعهد لازم را در این زمینه دارن بهتر است که از فرصت هایی که فراهم میشه و از موقعیت هایی که به دست می آید باید استفاده بهینه و همشمول و فراگیر انجام شود این ای که ایره به عنوان یک ابزار ببینند و بعد به تحرک و, انسجام بیشتر نیروهای خود بپردازند و تقویت جبهات خود بپردازند که این ما را به صلح نمی رساند دولت افغانستان و در مجموع نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان متعهد بر دفاع از مردم افغانستان هستند حالا اگر دشمن فکر میکنه که باز میتونه از این فرصت استفاده بکنه و متاسفانه چیزی که آسیب به او به مردم افغانستان هستند مربوط میشه به نیت طرف اما با توجه به مسئولیت نیروهای امنیتی باید کشف و استخبارات حداقل فعال نگه داشته شوند در تمام مواضع تلاش میسته که یا فعال نگه داشته شوند و او نظارت وجود داشته باشه و در صورتی که تحرکی که او را خطر بالقوه ما تثبیت بکنیم در برابرش اقدام صورت بسیار تا حال نشانی از تلاش گروه طالبان در جریان آتش بس به خاطر اکمالات تجهیزات اینا دیده شده گزارش نشده هنو زود از این صحبت کرد. رو. دولتی چی میکنند در این مدت؟ خب ما مطابق هدایت مقامات حکومت افغانستان در حالت رعایت از این آتش بس قرار داریم و تلاش میکنیم تا از درگیری و از از حالتی که سبب شوه که ایره بتانه در گوشه نقص بکنه از او جلو گیری بود بسیار خوب تلاش ها ظاهرا جریان داره تا این آتش بس ادامه بیا و پس از پایانیت هم چیز با شما در این در میان گذاشته شده بس شما خواسته شده تا آتش بس را و زمانش را دوامدار بسازه خب طبعا بس سیاسی ازی مربوط بخش های بزرگتر میشه و, و طرف هایی که او دخیل هستند ولی اگر قرار شده که ادامه پیدا بکنه که آرزوی مردم افغانستان است وزارت امور داخله ایره با تمام توان در انجامش و در رعایتش تلاش میکنه اگر روند روند زمان گیر شود پس از پایان آتش بسه که تامین است که ظاهرا چنین هم خواهد شد حداقل چند ماه دیگر زمان خواهد برد برنامه دارین حتما ریخته شده خب شما میفهمین که ما با یک آمادگی کامل به طرف حتی سالهای کوتاه مدت آتش بس کوتاه مدت و یا هم حالت دفاعی فعال که قرار می داشته باشیم با یک آمادگی تمام بریم دیروها احزارات خودش رو می داشته باشن ما اکمالات لازم را بر نیروهای ما انجام میتیم تجدید قوا صورت میگیره نقاط ضعف و آسیب پذیری نیروها ارزیابی میشه و پیوسته و اساس درخواستی که از ولایات بر ما میایه ما تلاش میکنیم تا او خلا رفع شود و حالت آمادگی کامل را برای بر دفاع و محافظت از مردم داشته باشیم اما در صورتی که نیاز باشه که ما بریم به طرف سال و در اوج با منافع او اولیای مردم افغانستان مطرح باشه طبعا نیروهای ما و در مجموع نیروهای دفاعی و امنیتی تلاش میکنند تا مسیری در انتخاب بکنند که مردم افغانستان بشه برنامه ها مدت ریخته شدن اگر تغییر در حالت بیاید قابل توقف هستن متوقف برنامه برنامه ریزی کامل صورت گرفته و در صورتی که جنگ یا صلح گرچه شما میفهمند که برای ما جنگ گزینه نیست ما همیشه جنگ ما برای صلح بوده ولی در صورتی که نیاز باشد که ما به طرف صلح بریم نیروهای دفاعی و امنیتی تلاش میکنن تا زمینه را برای برای گفتگوها و برای تامین تمام شرایطی که لازم است که بر محور از یک صلح واقعی اتفاق بفته پیش میریم ولی اگر حرار باشه که کسی از این فرصت استفاده بکنه ما با این فرصت طلبا و و کسایی که تلاش بکنن مردم را آسیب برسانن فرصت فراهم نمیکنه. خب تشکر آقای مر ممنون بس. که وقت گذاشتین به برنامه ممنون وقتتون بخیر